سلام دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 78 درسای کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا. همونطوری که میدونید درسایی که داریم درباره اهمیت حرکت به طرف سلامتی عاطفی درباره این موضوع داریم صحبت میکنیم. سلامتی عاطفی چقدر مهمه، دنبال کردن سلامتی عاطفی در زندگی هر ایماندار مسیحی ولی به خصوص خادمین و رهبران مسیحی. مدت هاست که دارم از کتابی استفاده می کنم که تیترش هست The Emotionally Healthy Leader، رهبری که از نظر عاطفی سالمه. پیتر سکازرو نویسنده این کتاب هستش و توی این جلسه داریم صحبتمون از فصل 8 این کتاب ادامه میدیم. فصل 8 این کتاب تیترش هست Power and Wise Boundaries. درباره این داریم صحبت می کنیم که هر رهبر تو هر جایگاهی که باشه، هر خادم تو هر مقام و جایگاهی که داشته باشه، چه تو خانواده، چه توی کلیسا، یه سازمان مسیحی، یه شرکت و کمپانی، باید بدونه که چه نوع قدرت‌هایی داره، اقتدار و قدرت‌هاش تو چه زمینه‌هاییه. باید مواظب این باشه که چطوری از قدرت و اقتداری که خدا بهش داده، از استعدادها و توانایی‌ها و نفوذایی که خدا تو زندگی بهش داده استفاده کنه برای بنای دیگران و خدمت به دیگران. و حالا وارد نکته سوم این فصل می‌خوایم بشیم که چطوری یک رهبر باید مواظب روابط دو بعدیش در خدمتش و زندگیش باشه. حالا میگی ساسان روابط دو بعدی یعنی چی؟ الان این موضوع رو براتون باز میکنم. ولی درس امروز درسیه که به نظر من بسیار بسیار نکته مهم و حساسیه، یکی از چالش‌های زندگی خود بنده هم هست و اونطوری که من تجربه کردم توی جامعه مسیحی ایرانی، تو سازمان‌های مسیحی، کلیساهای مسیحی، یکی از مشکلات بزرگ جامعه مسیحی ایرانی هم این موضوع هستش که چطوری حیطه روابطمون رو در خدمتمون، در اون سازمانی که داریم خدمت میکنیم، کلیسا، اون شرکت، حیطه روابطمون رو سالم نگه داریم به عنوان یک رهبر در اون مقام و جایگاهی که داریم. حالا این صحبت رو میخوایم باز بکنیم. تیتر این قسمت فصل هشتم هست We acknowledge and monitor dual relationships. ما مواظب هستیم، مراقب هستیم، توجه میکنیم که بعضی از روابط ما دو بعدی هستش، روابط دو بعدی در خدمت و زندگی، و مواظب چالش های این روابط هستیم به عنوان یک رهبر. حالا میدونم که این روابط دو بعدی شاید اصلا براتون مفهوم نداشته باشه، موضوع خیلی مهم و حساسی، میخوام این موضوع رو خوب باز بکنم. ولی لب کلام نویسنده تو این صحبت ها این هستش که خیلی وقتا شاید شما توی کلیسا هستی، توی سازمان هستی، توی جایی دارید خدمت میکنی، توی با یه تیمی، و بعضی از افراد اون تیم که با شما دارن همکاری میکنن، شما رهبر اونها هستید، شاید رابطتون با اونا یه رابطه دوستی صمیمی هم خارج از اون کلیسا یا سازمان باشه. شما نه تنها مقام رهبری رو دارید توی اون سازمان، نه تنها رابطت با یه شخصی به عنوان رئیس یا رهبره یا مدیر یا مربیه، بلکه خارج از چارچوب اون کار، اون سازمان، اون کلیسا، اون خدمت با هم دوستای صمیمی هستید. پس هم دوستید و هم رابطه رئیسی و کسی که زیر دست یه رئیس داره کار میکنه هست. به این میگیم روابط دو بعدی. یا شما یک رهبری هستی در یه مقامی و یکی از اعضای خانوادت زیر دست تو داره کار میکنه توی اون کلیسا، توی اون سازمان. پس این روابط دو بعدی منظور اون رابطه هایی که تو هم یک رابطه حرفه‌ای، کاری، شغلی، مدیریتی، رهبری، معلمی، نظارتی روی نفر داری و هم یک رابطه دوستی، رابطه صمیمی، رابطه خانوادگی. و بعضی وقتا این حیطه‌های رابطه دوستی با رابطه حرفه‌ای قاطی میشن با هم دیگه و کارو برای یک رهبر خیلی خطرناک میکنه. این میگم موضوعی که من خیلی هم میبینم ما باش روبرو هستیم تو جامعه ایرانی، ولی دربارش اصلا فکرم زیاد نکردیم، صحبت نمی کنیم، قدم بر نداشتیم که چطوری این حیطه ها رو حفظ بکنیم. میخوام مثالای ملموس بیارم، این صحبت رو ادامه میدم در هفته آینده. شما مثلا ناظر یه نفر هستی توی یه سازمانی، ولی اون شخص شاید فرزندتونم باشه یا همسرتون باشه. خب نمیتونی اون همسر یا فرزند تو مثل یک رئیس نوترال، یه رئیسی که بدون تبعیض
اون شخص رو نقد بکنی یا نظر بدی، چون خارج از اون سازمان با هم زیر یه سخت داری زندگی میکنید و باید مواظب باشید که طرف از تو دلخور نشه اگر رئیسش هستی یا اگر با هم دوست صمیمی هستی. من خیلی ها رو میشناسم که توی یک سازمانی، توی یک کلیسای دوستی های خیلی عمیق دارن، خدا رو شکر، ولی به خاطر این دوستی های عمیق بعد روشون نمیشه که به عنوان یک رهبر در اون جایگاهی که دارن قدم هایی رو بردارن که یک رهبر نیاز داره برداره. شاید شما توی کلیسایی هستید و چند تا از خادمین اون کلیسا دوستای صمیمی شما، بعضیشون اعضای خانوادهتون هستن، ولی شما به عنوان خادم میخواید نظرهایی بدید، نقدهایی بکنید، دیدگاههایی دارید که به خاطر رو درواسی و خجالت و این دوستمه قلبش نشکنه، این همسرمه شب مشکل پیدا نکنیم تو خونه، این فرزندمه عزیز من، من چطوری میتونم حرفی بهش بزنم، این باعث، این روابط دو بعدی باعث میشه که یک رهبر با دید درست شاید قضاوت نکنه، تصمیم نگیره، قدمهایی بر نداره که باید برداره. ما خیلی روابط داریم توی دنیای امروز تو جامعه که روابط کاملا تعریف شده است. شما میری پیش یک دکتر، شما یه پولی میدی و دکتر متخصصه، شما بیمار هستی، یه سرویسی میگیری و میری دنبال کار و زندگی. با دکترت بعد نمیری رستوران کباب بخوری، با هم تعطیلات نمیری، اون دکتره و تو مریضش هستی. میری پیش یه وکیل، اون وکیله و تو هم ازش میخوای مشاوره بگیری. میری دانشگاه، استاد درس میده، تو یه دانشجو هستی. روابط خیلی تعریف شده است، کی اینجا یه خدمتی رو انجام میده، کی چه خدمتی رو دریافت میکنه، خارج از این چارچوب رابطه دیگه ای نیست. ولی تو کلیسا، بین تو زندگی خادمین مسیحی، تو سازمان‌های مسیحی، شما فقط یک رابطه حرفه‌ای ندارید. یه نفر فقط رئیس نیست، یه نفر فقط اونجا داره کار دفتری میکنه. با هم ما برادر و خواهرم هستیم در ایمان مسیحی در کلیسا، یا با بعضیا خیلی رفیق هستیم، دلمون به دل بعضیا نزدیکه، با بعضیا شاید اعضای خانواده باشیم. خیلی وقتا توی شاید کلیساهای ایرانی افراد از اعضای خانوادهشون استفاده میکنن برای خدمت‌های مختلف. ولی این نوع روابط، حالا من دارم فقط مقدمه چینی میکنم، فقط باید آگاه باشیم که این روابط هست و این روابط چالش‌های خاص خودشو داره. حالا پیتر اسکازارو میگه که بعضی از کلیساها به خاطر تجربه های منفی که داشتن اصلا قدغن کردن که اعضای خانواده رو توی یک کلیسا مثلا استخدام کنن. ولی تو کتاب مقدس این رو قدغن که نمی کنه. ما خیلی مثال ها داریم تو کتاب مقدس که افرادی که اعضای خانواده بودن با همدیگه خدمت کردن. داستان موسی و هارون رو داریم، داستان شاگردای مسیح که بعضیاشون با هم برادر بودن، زن و شوهر در اعمال رسولان و غیره و غیره، داوود و فرزنداش که بعد از اون پادشاه میشن. پس اعضای خانواده میتونن با هم توی کار و فعالیت باشن، ولی در این حال هم تجربه نشون داده که وقتی اعضای خانواده یا دوستای صمیمی با هم دارن یه جا کار میکنن، با هم دارن توی یه جای خدمت میکنن، یک چالش های اون روابط به وجود میاره توی رابطه شون و به خصوص برای رهبر و خادم، که هم از یه طرف دوست میخواد باشه، هم از یه طرف باید ریاست بکنه، نظارت بکنه، معلمی بکنه، شبانی بکنه. پس اینها صحبتهایی که میخوایم مطرح بکنیم توی این، حالا وقتمون تموم شد تقریبا تو این مقدمه، ولی نویسنده میگه که پس یک رهبری که سلامتی عاطفی رو جدی میگیره، مواظب قدرت و حیطه نفوذ و روابط و مرزهاش هست، باید حواسش باشه به این روابط دو بعدی و چالش هایی که روابط دو بعدی به وجود میاره در زندگی و رابطه یک رهبر با دوستاش و همکاراش و اعضای خانوادش. این پس مقدمه شد که وقتمون تموم شد تو این هفته، ولی از هفته آینده میخوایم حالا یه مقدار این صحبت رو بیشتر باز کنیم که چه چالش های خاصی وجود داره و چطوری ما باید مواظب باشیم که هم دوستی های صمیمی با خادمینمون توی کلیسا، توی سازمان‌ها داشته باشیم و هم مواظب حیطه‌های سالم و اون مرزهای سالم بین یک رهبر و خادم با اعضای دیگه تیمش باید به وجود بیاد و باید روش مواظب باشیم و روش کار بکنیم. خیلی ممنونم که با من تو این هفته بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.